خب به ادامه درس های قبلی خود در اپلیکیشن اوتلوک امروز به خیر شروع میکنیم از اینکه ما چگونه میتونیم یک ایمیل خود را ارنج کنیم یا مدیریت کنیم یا منظم بسازیم. فعلا ما در این قسمت در قسمت انستنت سرچ میبینیم به چند بخش اینا تقسیم شده. ایمیل های لاستیک که هفته گذشته دریافت کردیم، ایمیل های سه ماه گذشته 3 مانس اگو و ماه گذشته و همچنان ایمیل هایی که قدیمی تر از اونا هستن. من میتونم هر کدام از اینا را باز کنم یا بسته کنم که به خاطر مدیریت بهتر ایمیل های و همچنان در این قسمت ببینیم در درفت ها ایمیل هایی که یعنی ذخیره شده لیکن ارسال نشده، ایمیل هایی که ارسال شده، ایمیل هایی که دلیت شده، ایمیل های مهم، هر تمامش اینا در این قسمت میبینیم که ما ایمیل ها را چه رقم ما میتونیم مدیریت کنیم. حالا هر کدامش در هر فولدر و از این قسمت هم گفتیم که میتونیم که اینا را ارنج کنیم به اساس تایم و این که جدیدترین باشه، اول جدیدترین را نشان بده یا قدیمترین را میتونیم مدیریت کنیم. خب حالا اگه خواسته باشیم که یک فولدر دیگه ایجاد کنیم و اگه خواسته باشیم که ایمیل های خود را بهتر مدیریت کنیم، به چه شکل ما میتونیم کارا کنیم؟ در قسمت اول ما میتونیم که یک فولدر ایجاد کنیم. فرض مثال فرضاً ما در قسمت اینبوکس میخوایم یک فولدر تازه ایجاد کنیم به نام نامش میمونم میگم important mails، ایمیل های مهم. حالا ما چی میکنم؟ میخوایم در ایمیل فعلا در این قسمت important mails اگه باز میکنم کدام ایمیل اینجا موجود نیست. ما میخوایم که بعضی ایمیل ها را در این فولدر ایجاد در این فولدر اضافه کنم و وقتی خواسته باشم سریعا به او بتونم دسترسی پیدا کنم. خب بخش اینبوکس میرم ایمیل را باز میکنیم و فقط درگ اونجا اضافهش میکنیم و یا هم ما میتونستیم از بخش موف یک ایمیل را کجا ارسال کنیم به ایمیل که یک فولدر ما میتونست یک ایمیل میتونستیم که به یک بخش دیگه ارسال کنیم. ادر فولدر میگم با فولدر امپورتنت میل زیره ارسال کن. حالا باز میکنم امپورتنت میل سه میبینیم که همون ایمیل هایی که من ارسال کردم یا در این قسمت اضافه کردم اضافه شده. یک ایمیل متفاوت تر اضافه میکنیم. خواهی ایمیل هایی که در ماه گذشته دریافت کرده باشیم این ایدیکس انتخاب میکنم بعضی آپشن موف و بخش ادر فولدرز و میتونم ادر فولدرز در امپورتنت میل سیره اضافه کنم. حال امپورتنت میل سر باز میکنم، ایمیل هایی که من در اضافه کردم در اینجا تمامش موجود است و هر وقتی که خواسته باشم میتونم به صورت بسیار سریع به ایمیل های خود دسترسی پیدا کنم. خب حالا آپشن بعدی که در قسمت داریم در بخش ویو در بخش ارنجمنت ایمیل هایی است که ما چگونه میتونیم ایمیل های ما را به نظر به ساعت، نظر به اینکه از کی رسیده، نظر به اینکه با کی ارسال شده ارنج کنیم. ما از بخش در می شروع در وقت در انستنت سرچ از این قسمت هم میتونیم که انتخاب کنیم که با کدام شکل ایمیل های ما و کدام شکل نظر به چی باید سورت شود. همچنان میتونیم از بخش تب ویو از قسمت ارنجمنت انتخاب کنیم که نظر به چی سورت شده. فعلا میبینیم که نظر به دیت سورت شده، هفته گذشته، ماه گذشته و به می شکل. حالا ما میخواهیم که نظر به ای که از کی دریافت کردیم ایمیل سورت شده. اول میبینیم ایمیل های کسایی که با حرف اس بعد از او به می شکل تا بی سی دی به می شکل ایره منظم میکنه که از کی دریافت شده. از بخش تو به کی ارسال شده، یعنی مثلا ایمیل هایی که ما ارسال کردیم نظر به ای باید ایمیل های خود سورت کنه، یعنی نظر به ای که با کی ارسال شده ایمیل باید ای سورت شده. میبینیم اول به این شکل منظم سورتش میکنه یا منظمش میکنه. خب بعد از این نظر به سایز ایمیل میتونیم نظر به سایز ایمیل، نظر به سبجکت، نظر به نوع ایمیل که با کدام شکل است خود نوع ایمیل ما و همچنین نظر به اتچمنت و اکاونت اینا باید سورت شون. اول نه کدام اکاونت، اول اکاونت email.grosh@gmail.com. من میتونم که توسط یک اکاونت دیگه هم اگر مثلا چندین اکاونت داشته باشه من از این قسمت نظر به اکاونت اینا را سورت کنم. بعد از این مثلا فعلا فرام میگیرم، اول از بخش ای اگر خواسته باشم که معکوس سورت کنه باز میریم میبینیم اول ایمیل هایی که مربوط به یعنی قبلا به صورت اسندینگ سورت میکرده از ای به زید، آل از طرف زید به ای سورت میکنه. خب
بس ایمیل های ما به شکل خواستم نظر به تو اینا سورت شد. بعد از او از بخش اد کالم شما میتونیم یک کالم دیگه هم در بخش سورت اضافه کنیم که نظر به چی سورت کنه. بخش اکسپاند و کالاپس. اکسپاند و کالاپس وظیفه چی است؟ فعلا میبینیم از کسی که ایمیل برای ما دریافت شده هر کدامش از این قسمت ما میتونم میرا را اکسپاند کنم و یا کلاپس کنم، باز کنم و یا بسته کنم. نظر به هر چیزی که ما سورت کرده باشیم، فرضاً ما فعلا نظر به نام سورت کردیم، نظر به کسی که ایمیلش بر ما دریافت شد، نظر به نام اونو از ای به زد سورت کردیم. نظر به هر بخشی که سورت کرده باشیم به چند گروپ تقسیم میشن. ببینید نظر به دید که سورت میکنم last week، بعد از او 3 weeks ago، 3 هفته گذشته، ماه گذشته و قدیمی تر از اون. نظر به اینا سورت میشه. ما از قسمت اکسپاند و کلاپس میتونم که اینا را یعنی کار که از این قسمت انجام میدادم از این قسمت هم میتونم انجام بدم. کلاپس دیس گروپ، فقط اینمی گروپ که من فعلا سرش قرار دارم میبینید چی که کلاپس که یا با هم ایمیل هایش جمع بساز، یعنی جمعشون کو بستهشون کو. بعد از او اگه خواسته باشیم اکسپاند یعنی دوباره همی گروپ باز کو. بعد از او آپشن دیگه داریم کلاپس آل گروپس. از این قسمت ما میتونیم تمام گروپ هایی که دیگه موجود است همیشه کلاپس یا با هم پنهانشان بسازیم، در یک جای بسازیمش، یا میتونیم که از طریق اکسپاند آل گروپس تمام گروپ ها را دوباره پس باز کنیم. فعلا اگه ما چند گروپش بسته باشه باز چند گروپ باز از بخش اکسپاند آل گروپس میتونم که تمام گروپ ها را که در قسمت قرار داره که ما سورت کردیم مکمل چی کنم بتونم باز کنم. فعلا میگم کلاپس آل گروپس، تمام ایمیل های ما به این شکل کلاپس میشه، تمام گروپ ها. یعنی اگه یک گروپ دهی قسمت چندین ایمیل کرده باشه به مرسال تمامشه یک گروپ میگیره و یک گروپ میسازه. ما از قسمت کلاپس آنست میره تمامشه با هم کلاپس بسازم، یا پنهانش هم سازم در موقع ضرورت با کلک کردن در اینجا، یا هم از قسمت کلاپس اکسپاندز گروپ میتونم همین گروپ را که انتخاب کرده باشم ایمیل هایش ببینم، و یا دوباره اکسپاند آل گروپ تمام گروپ ها را با ما باز میکنم. کلاپس آل گروپ. خب بعد از این ما داریم فلگینگ یا بیرق که یک ایمیل خود ما نشانه گذاری میکنیم. فرضاً ما این ایمیل همه خواهیم که نشانه گذاری کنیم. در این قسمت یک آپشن داریم به نام فلگ. بالا از این کلک میکنم و این فلگ شد یا نشانه شد، نشانه گذاری شد من حیث یک تسک. ببینین ما از فولدر از بخش تو دوبار میرم بخش تسک ها را اینجا نمایش میدم. هر ایمیل که من اینجا فلگ میکنم در این قسمت من حیث یک تسک در اینجا اضافه میشه. فعلا تسک ما کس یک تسک نو دیت است، تاریخ برش مشخص نکردیم. ما میتونم چی کنم؟ ایمیل خود از بخش کتگورایز، از بخش کتگورایز میتونم از بخش کتگورایز به یا رنگ بدم، یعنی اولویت بندی کنم که کدامش کدام رنگ باشه و چه خاطر باید باشه. ببینین حالا اضافه شد. یا میتونم که از کتگورایز یک رنگ برش بدم و معنای رنگ نامش چی باشه و شارتکت کی داشته باشه یا نداشته باشه رنگش انتخاب میکنم. خب فعلا همین یلو کتگوری درست است. بعد از این دوباره میتونم از قسمت کتگورایز دوباره کلیر آل کتگوریز، یعنی کتگوریز از این قسمت میتونم دوباره در کتگوری هایی که اینا اضافه کرده بودم پس ریموف کنم یا پاک کنم. کتگوری ما به چه خاطر میتونیم تعیین کنیم؟ تعیین میکنیم به خاطر از اینکه ما یک بخش اگه خواسته باشیم یعنی چندین ایمیل در یک کتگوری قرار بدیم میتونیم از این قسمت با چندین ایمیل ما یک رنگ خاص انتخاب کنیم و نظر به اینکه خود ما بفهمیم که این رنگ با کدام یعنی با چه خاطر ما این رنگ تعیین کردیم از او خاطر استفاده میشه که بعدا وقتی که در جریان اجرای تکس ها تسک هایی بر ما کمک میکنه همکاری میکنه. آپشن دیگه که در این قسمت داریم وقتی که ما بالای نودیت کلیک میکنیم ایمیل که در این قسمت فلگ شده در بخش فالو اپ، یا میتونیم بالایش رایت کلیک کنیم بخش فالو اپ بریم یا هم از این قسمت بخش فالو اپ. ما با ایمیل خود یک زمان تعیین میکنیم که همین ایمیل در کدام زمان باید یعنی همین کار همین تسک انجام شوه. فعلا توده است نودیت است، ما میخواهیم که در تومارو یا شاید یک تسک نو ایجاد میکنیم task. خب task
خب سیفش میکنیم. خب حالا میخوایم که یک دیت داشته باشه تومارو. حالا بر فردا ای ایمیل ما امی تسکی که من ایجاد کردم یا امو ایمیل را که من فلک کرده بودم فلک میکنم به خاطر از اینکه در جمع تسک ها اضافه شود. از این بخش میتونم انتخاب کنم که در کدام تاریخی باید ای کار انجام شود. ببینید من کلک میکنم بالاش با در همی هفته، هفته بعدی و یا همه تاریخش مشخص نباشه، هر وقت که شد. حال تومارو انتخاب میکنم. خب وقتی که ما یک تسک اینجا اضافه کردیم یا فلگ اینجا اضافه کردیم به خاطر از اینکه دوباره فلگ از بین ببریم یا این نشانی از بین بریم چند آپشن داریم. آپشن اولش میتونیم که رایت کلک کنیم از بخش فالو اپ بگوییم مارک کمپلیت، یعنی به این مناکه همی کار همی تسک را که ما ایجاد کرده بودیم همی کار که میخواستیم این انجام شد، تکمیل شد. وقتی کلک میکنم از این قسمت پاک میشه چرا که همی کار تکمیل شد. و یا از این قسمت میتونم دوباره فلگ او طرف کنم و همچنان میتونم از قسمتی که ما فلگ کرده بودیم دوباره ایره انفلگ کنیم و رنگ هم رنگ که انتخاب کردیم از قسمت میتونیم اضافه کنیم و یا پس رنگش پاک کنیم یا کتگوریش پاک کنیم. به این شکل میتونیم فلگ هم از بین ببریم. و آپشن بعدی که ما داریم پرنت کردن یک ایمیل است. به خاطر از اینکه یک ایمیل وقتی که ما ایجاد کردیم خواسته باشیم پرنتش کنیم باز چی میکنیم؟ یک ایمیل است در اوتلوک موجود است، ما میخواییم که از یک کپی هاردش هم داشته باشیم. ایمیل باز میکنیم از بخش فایل بخش پرنت، بعد از اون موارد انتخاب پرنتر و پرنت آپشن ها که به کدام شکل پرنت شده، چند کپی داشته باشه، به کدام شکل باشه، کلیتد باشه یا نه انکلیتد، یعنی کلیت باشن یا انکلیت. کلیت به این معنی که یعنی اگه من سه کپی گرفته باشم هم ایمیل من سه ورق باشه. کلیت که انتخاب کنم اول تمام ورقای اول، بعد از او تمام ورقای دوم، بعد از او تمام ورقای سوم پرنت میکنه. لیکن اگه خواسته باشم انکلیت باشه و ای را تک نکنم این آپشن، باز اول یک بار یک کپی را مکمل خلاص میکنه صفحه اول دوم سوم و بعد از او به کپی دوم میره. از بخش انتخاب پرنتر و موارد مربوط پرنت آپشن میشه و در آخر بالای پرنت کلیک میکنیم و ایمیل که خواسته باشیم پرنت میشه و یا هم از این قسمت از بخش فایل بخش پرنت میتونیم که همون ایمیل را که انتخاب کردیم پرنت آپشن، بعد از اینکه پرنت آپشن را تنظیم کردیم پرنت را انتخاب کردیم میتونیم از بخش پرنت او را پرنت کنیم. و همچنین در این قسمت در بخش به شکل جدول باشه، یعنی همین ایمیل هایی که فعلا در این قسمت ما کلاپس کردیم تمامش 3 ویکس اگو اینا را پرنت کنه به شکل جدول و یا هم به شکل میمو یا خودم ایمیل به این شکل به شکل یک میمو ایمیل که من بالایش هستم پرنت شوه یا ایمیل هایی که این در این قسمت هستن پرنت شوه. خب این بود درس امروزی ما در بخش های ویو و پرنت. رو درس امروز ما در همین قسمت به پایان میرسد. تا روز بعدی وقتتان خوش، خدا نگهدار.